نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید که در سال روان میلادی خشونت ها در برابر خبرنگاران نسبت به سال گذشته 18% افزایش یافته است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی می گوید که امسال 20 خبرنگار و کارمند رسانه در کشور کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. نوشته است هیچ عکسی چی در رسانه های مجازی و چی در رسانه های اصلی از سربازان وزارت داخله و منصوبین وزارت با یونیفرم نباید نشر شود. یک سرباز می آید و خبرنگار مورد ضرب و شتم قرار می ده و از این فیلم برداری می شه. آیا ما ایره نشر کنیم یا نکنیم؟ با این حال برخی از خبرنگاران می گویند حکومت مکلف است که در حفظ جان خبرنگاران توجه جدی داشته باشد. طبیعی است که وقتی ما شاهد افزایش خشونت ها باشیم و شاهد از این باشیم که هر روز فعالیت رسانه ای و آزادی بیان تنگ تر از گذشته می شه، طبیعتا است که روی کارهای ما تاثیر منفی می گذاره. از سوی هم سید جعفر راستین مشاور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که هیچ نهاد رسمی حق مداخله و حق سلب آزادی بیان را ندارد. افراد در درون حکومت هنوز وجود دارد گویا که به آزادی بیان اعتقاد ندارند، کثرت فعالیت رسانه های آزاد را به رسمیت نمیشناسند و این مایه دریغ و تاسف برای حکومت افغانستان است. با وجود افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران، دفتر نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از کارکردهای شمار از خبرنگاران امروز تقدیر کرد. از این میان امید نبیزاده، خبرنگار روزنامه 8 صبح، جایزه بهترین تهیه کننده در بخش تهیه کنندگی را از آن خود کرد. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.